عظیمش شهید بود چراکم 15 سال میشد دفنش کرده بود پس که جلسات شکشیده نمید و تازه هست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمتتان عزیزای دل. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین. یک گیتی سپاس که برای دیدن ما را انتخاب کردین. ما هم همواره در تلاش هستیم که بهترین های افغانستان و تازه ترین رویدادهای افغانستان را تقدیم شما عزیزان بسازیم. ما در بادام باغ هستم عزیزای دل، در ادیره بادام باغ. گزارش امروز ما کمی غم انگیز است، کمی حال ما را میگیرم، کمی امو انگیزه و لبخند و نشاطی را که داشتیم از ما میگیرم، چون مجبور هستم امروز از این واقع برای شما گزارش ثبت بسازم، چون هم وطنهای عزیز ما که آگاه نیستند اونا هم آگاه شدند و بیاین ادیره هایی که نقشه سرک دور رفتند او را باید از اینجا انتقال بدن. عزیزای دل، ادیره بادام باغ یک مقدارش در سرک رفته و قسمی که شما در تصویر پشتر ما مشاهده میکنین هم وطنهای عزیز ما اونجا امو اجساد و کسایی که دفن کرده بودند قبلها امروز آمدن تا اونا را دوباره بکشن و به جای دیگر انتقال بدن، چون مجبور هستن. میگم وقتی که مسجد ویران بساز و سرک آباد بساز، ولی اینا مجبور هستن که اونمو قبرها و ادیره ها را ویران بسازن تا که یک سرک استاندارد و یک سرک درست جور شود. ما هم آمدم تا یک گزارش تقدیم شما عزیزان داشته باشم، صحبت می داشته باشم همراه هم وطنهای عزیزم. عزیزای دل، در این قسمت از برنامه های بزرگوار کنار ما صحبت می داشته باشم امروشان. سلام علیکم. سلام علیکم بیادر. خوب است انشالا؟ خوب است، بخیر است انشالا. سلامت باشین. اسم مبارک؟ نورالدین. نورالدین. آش صاحب قبرها را میکنن و اجساد از اینجا انتقال میدن به اون طرف. ادیره از کی است که خودت اینجا بالای سرش است؟ کاکایم است. از کاکایتان است؟ چند سال قبل وفات کرده بود؟ 24 سال پیش. 24 سال پیش. و حالا آمدین که بکنیندش. از اینجا برای شما کجا گفته شده باید ببریندش؟ ایره هر کس هر جایی که دل خودش از هر جایی میبره، هر کس هم انتقال مرده شده از جای دل خواهش میبره، مشخص جایش نیست که باید کجا ببره. از همینجا باید ببرندش؟ از همینجا نقشه سرک آمده باید به انتقال بده. مکمل اینمی طرف در نقشه سرک است یا یک مقدار این طرف های؟ ده متر تا او جایی که رنگ شد. نقشه اندازی شده؟ نقشه اندازی شده جایی که در سرک آمده باید مردان انتقال بدن. از قبل بر شما دیگه آگاهی داشته؟ بله آگاهی داشته. هر کس اقاربش میکشه و میبره، هر جایی که دلخواهش هست همینجا انتقال میتونه و دفن میکنه. یک کم دیگه انسان دوباره تازه میسازه، کندن قبر رو دوباره مو خم چندین سال قبل برای شما دوباره تازش دفن کردن و قبر کندن و نمیگه پا در انسان خودش یک، اگر دقت بکنی یک درس خیلی بزرگ است. ولی یک درس میسار بزرگ است، یک درس بزرگ است که هر چی باشی آخر زیر چندین متر خواه کسی. صد بسد. سلامت باشه ایسه، بخیر باشه، قربان شما. در قسمت از برنامه هم وطن دیگه ایم هم کنار ما صحبت می داشته باشم امروش. سلام علیکم لالا. سلام، خوب هستی؟ بخیر. شکر، بخیر باشین. سلامت، شما خوب هستین انشاءالله؟ سلامت باشید، تشکر. اسم مبارک؟ محبوب الله هستم. محبوب الله قند، چطور میگذره روز روزگار زندگی؟ خدا را شکر میگذره دیگه. از قوم و اقارب کسی هست که خودت آمدی؟ همین تو گذارم شد، آمدم دیدم که دنبان ببینم که اینجا چی رقم هست. جسدها را کشیدن، جسدها را دیدیم، کسایی را دیدیم که در تو 15 سال 20 سال میشد که دفنش کرده بودن، اما دیدم چه که تازه 15 10 سال میشد که بله. وفات کرده بود و امروز هم جسدشون تازه بود. بله تازه بود، اون قبر اونجا کشیدن شد، در اونجا پس دوباره دفنش کردن.
چیز شما میشد؟ از قوم و اقارب چیز شما بود یا ما تو گذر کردین و دیدین؟ قبلا همسایه ما بود در 500 فامیلی. همسایه بودم. بله. والا فکر کنیم کدام شهید بوده، من دیگه جسدشان تا زمان شهید بوده باشه، بخاطر که همونطور جسدش با منای پایای سرش همونطور نرمال بود. سخت است. دو ممنونشتان کمک میکنم، فامیلاشتان آمد چیز بود، من خودت گوشه کردم. سخت است تازه شدن غم دوباره انسان ها. بله. حال را و چاره نیست که نقشه آمده دیگه مجبور هستن. مجبور هستی که تخلیه بکنیش. بله. سلامت باشی برادر عزیزم. قربانتان. بخیر باش. عزیزای دل، گزارش ما هم ادامه داره، با ما باشید. صحبت می داشته باشم امروشم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر فضل خدا. شما خوب هستین؟ سلام علیکم. اسم ما بارای؟ اسم ما سهراب علی از ولایت بدخشان. سهراب جان قن از ولایت بدخشان. بدخشان زیبا آمده خدا دیگه. بله. چی مصروفیت سهراب جان؟ چطور که به عدیره تشریف بودید؟ از کس از قوم و قرار به کس هست؟ ما اینجا خواهد همینجا گذر میکنیم، در وقت دمیجا زندگی میکردیم در تایه مسکن. میرفتیم به طرف سرای شمالی، خوب دیدیم که در قبرستانی تجمع مردم زیاد است. آمدیم، مردم مصروف هستن، فکر کنم با گمون غالب دیگه اینجا نقشه سرک است، مردم دیگه میتاشون از یک طرف به طرف دیگه انتقال میدن، مصروف هستن. یک مقدار جای در سرک رفته و اونها را باید اشتال خود را تخلیه بکنن و اونجا خارج بکن به دیگه طرف. چه مصروفیت داری سارا بیان؟ من خود مصروفیت خاصی ندارم دیگه. 12 سال مکتب، 4 سال دانشگاه، در سال 1400 فارغ التحصیل شدیم از دانشگاه برشون رشته بی بی اقتصاد. اقتصاد هم خواندی و امروز مصروفیت ندارم؟ بله، امروز مصروفیت خاص ندارم. تجارت شروع کردیم. تجارت ان شاء الله میکنیم. امروز بعد بختانه کشور ما و شما در یک شرایط بحرانی قرار داریم، فقط مهد خواندن و گرفتن وظیفه میدونن، در صورتی که ما یک قسم فکر نمیکنیم شخصا بخونیم تا اینکه رشد بکنیم. هر کس درس میخونه به خاطری که از دیدگاه خوب داشته باشه نسبت به زندگی، طریقه و روش خوب زندگی را بفهمه. چون با اولین پیامی که به پیامبر ما و شما آمده بود توسط جبرائیل امین، گفته بودن که یک ربیس میره بکل ازی بخوان بنامه پروردگارت که تو را آفرید، نگفتن که بخوان وظیفه دار شدید. بخوان که وظیفه دار شدید بدون شک. و هموطن های عزیز ما و مردم افغانستان کلام رشته را بخوانیم که نام داشته باشه. بلی آسیب، ما از خواندن خود پشیمان نیستم و خدا را شکر که درس هم خواندیم و هنوز هم تلاش میکنیم. بلی آسیب زیگهواره تا گور دانش. هر چقدر که زیاد بخونیم اونو بقدر تجربه و آگاهی و علمیت ما بیشتر میشه. واقعا نمیره کنم ما با خصوصا نسل جوانی افغانستان باید درس بخونیم، از این وضعیت بورانی خودت نجات بدیم. واقعا همیست که ستونی یک جامعه، یک سرزمین نسل جوان هستن. امروز ما باید احساس مسئولیت پذیری زیاد داشته باشیم، درس بخونیم به خاطر بهبودی وطن. سلامت باشید. سلامت باشید. بخیر باشید.